چند روز است که ایادی و رسانه‌های رژیم مستمراً از حضور مجاهدین در فضای اینترنتی و انعکاس مسائل و بحران‌های اجتماعی در رسانه‌های مقاومت آه و فغان سر می‌دهند. منشأ اصلی این مطالب مهره‌های امنیتی و سایت‌های وزارت اطلاعات هستند. اولین بار روز چهارشنبه گذشته پاسدار کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع هشدار داد که مجاهدین فعالیت جدیدی را برای فریب و جذب جوانان از طرق مختلف از جمله فیسبوک آغاز کردند و به جمع‌آوری برخی اطلاعات از ایران مبادرت کردند. پاسدار کوثری که از قاتلان کهریزک می باشد، در حالی که ادعا می کرد مجاهدین در تماس‌های خود هویتشان را پنهان می کنند، اما ابلهانه و به طور متناقضی جوانانی را که به گفته او نادانسته به دام می افتند تهدید کرد که همکاری با مجاهدین طبق قانون جرم محرز تلقی می شود. رسانه های رژیم نیز در مطالب یکسانی هشدار دادند که مجاهدین افراد را ترغیب می کنند تا اخبار اجتماعی را برایشان ارسال کنند. خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس چند نمونه از درخواست های مجاهدین از مردم را از جمله به این شهر آورده است. یک، تأثیرات تحریم ها بر زندگی مردم و کارخانجات. دو، مشکلات معیشتی مردم ناشی از تورم و گرانی و اخبار دستگیری ها. سه، تعطیلی کارخانجات و کارگاه های تولیدی. چهار، هر گونه تجمع و تحصن در خیابان. پنج، نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و غیره. شش، هر گونه برخورد نیروهای انتظامی با مجرمین. هفت، حضور کودکان کار، زنان خیابانی یا متکدیان در معابر عمومی. هشت، هر گونه خرابی یا موزلات و مشکلات شهری. نه، هر گونه شعار نویسی سیاسی یا اعتراضی. این فهرست به خوبی نشان می‌دهد که رژیم و وزارت اطلاعات آن تا چه حد از انعکاس مصائب و معضلاتی که رژیم پلید و غارتگر آخوندی گریبانگیر مردم کرده در رسانه‌های مجاهدین و مقاومت ایران وحشت دارد، چرا که تجربه قیام 88 را که رژیم طی آن تا آستانه سرنگونی رفت پیش رو دارد. پاسدار کوثری در همین رابطه می‌گوید در وقایع بعد از انتخابات سال 88 مجاهدین، عوامل گروهک منافقین از طریق راه اندازی سایت ضمن جذب دانشجویان جویای کار و نیز کاربران عادی اینترنتی اخبار و اطلاعات مختلفی را از داخل کشور جمع‌آوری می‌کردند.